سلام به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید موضوع امروز طراحی با استفاده از اشیاء طبیعی است چگونه با اشیاء طبیعی طراحی کنیم منظور این نیست که می از آنها مانند مداد یا مداد رنگی استفاده کنیم بلکه می توان از آنها برای بیان یک تصویر استفاده کرد آیا همه در طول هفته اشیای طبیعی را جمع آوری و خوش کرده و امروز آوردند؟ تصویر زیر تعدادی از کودکان را نشان می دهد که با اشیای طبیعی که جمع آوری کردند فعالیتی را انجام می دهند. چیزی که آوردن اکثرا خوش نشده است. می توانید این فعالیت را پس از خوش کردن اشیای طبیعی انجام دهید. اما استفاده از اشیای خشک نشده نیز اشکالی ندارد. هر دو خوب هستند. پس اگر نتوانستید آن را خوش کنید، نگران نباشید. در اینجا نحوه بیان برخی از کودکان با استفاده از اشیای طبیعی آمده است. اگرچه از نظر فرم ساده به نظر می رسد، اما همه آنها منحصر به فرد بیان کردند. و اینها توسط بچه های دبستانی بیان می شود، آنها ابتدا شکل صورت را با خودکار ترسیم کردند. سپس مو، چشم، بینی و لبها را با استفاده از اشیاء طبیعی بیان کردند. اگر دقت کنید نه تنها از گل برگ‌های ها، برک های گل، بلکه از شاخه ها، سنگ ها و درخت کاج نیز استفاده کردند. در اینجا کاغذ ها را در اندازه های کوچک برش می دادند. و با استفاده از اشیاء طبیعی روی هر کدام حیوانات و حشرات را به تصویر می کشیدن. و سپس از نخی برای اتصال کاغذها استفاده کردند و آنها را به شاخهی بستند و سپس به دیوار آویزان کردند. حد زدن اینکه چه حیوانات و حشراتی را میخواستند به تصویر بکشند جالب است. اینها نیز تصاویر حشرات و حیوانات هستند. به جز مورچه همهشان حیوان هستند. من می توانم یک سنجاب، زرافه، روبا، فیل، جوجه ها و حتی یک دایناسور را ببینم. خیلی مرتب چیده شده. ابتدا باید به این فکر کنید که چه چیزی را بیان کنید. سپس اشیای طبیعی را که با آن شکل و رنگ همراه هستند انتخاب کنید. و اگر آن را طوری برش دهید که چگونه یک کاغذ را برش می دهید تمیزتر به نظر می رسد. اینطور نیست؟ این مناظر با استفاده از اشیای طبیعی درست می کنند. در مناظر بالا آن ماشین ها با درختان کنار جاده در حال حرکت هستند. ماشین ها و درختان را با بریدن برگ ها به شکل های مناسب و درست درآمدند. برگ ها را به قطعات کوچک بریده می شوند تا علف های دو طرف جاده را به تصویر بکشند. مناظر زیر تپه را با رنگ آمیزی و برگ های جمع وری شده روی درختان قرار گرفته. در هر دو تصویر مناظر پاییزی به وسیله اشیای طبیعی از دل طبیعت به تصویر کشیده شدهاند. این دو به روش کمی متفاوت بیان شدهاند. می توانید یک شباهت را بگویید؟ آنها اشیای طبیعی را نمی بلکه رنگ را روی یک طرف برگ می و روی کاغذ مهر می زنن. برای تصویر سمت چپ ابتدا گلدان و میوه ها را کشیدند. پس زمینه را زرد رنگ کردند و سپس اشیای طبیعی را با رنگ مهر کردند. بنابراین برای انجام این کار ابتدا باید چیزی را که می‌خواهید بیان کنید رنگ کنید جایی که می‌خواهید رنگ بدهد و سپس با آن شی طبیعی مهر کنید اما باید مقدار زیادی رنگ و آب روی قلمو بریزید تا رنگ ها مانند این تصویر به خوبی ظاهر شوند آیا می توانید ببینید چه شباهتی بین این دو عکس وجود دارد؟ هر دو جعبه ای را برش دادند و با چسباندن اشیای طبیعی تصویری را بیان کردند. در سمت چپ ابتدا صورت زنی را کشیدند، آن را برش دادند و روی جعبه ای چسباندند. سپس آنها اشیای طبیعی را به موهای او متصل کردند. در سمت چپ از شاخه و برگ برای طراحی درخت استفاده کردن. باز هم می توانید بگویید چه شباهتی در این چهار تصویر وجود دارد؟ اول اینکه همه زن هستند. دوم موی زنان که باد در آنان می ورزد طراحی شده. و سوم در کنار همه زنان یک پرنده یا یک پروانه است. فکر می کنم آزادی پرندگان و پروانه ها به خوبی با وزش باد در موهای زنان همراه و هماهنگ است و مهمتر از همه بسیار چشمگیر است که از اشیای طبیعی برای ثبت حرکت مو استفاده شده است. در نهایت این یکی توسط یک زن افغان بیان شده است. ابتدا افراد و یک گربه را با خطوط ساده ترسیم کرد. و قسمت هایی را که میخواست رنگی باشد رنگ و کرد و سپس چند برگ و انواع توت ها را چسباند و در نهایت با گذاشتن مقداری رنگ روی پس زمینه مانند تمبر آن را به پایان رساند. حتی اگر به طور درخشانی طراحی یا رنگامیزی نشده باشد و فقط چند قسمت مهم را رنگامیزی کرده باشد باز هم می توان یک اثر و هنری عالی باشد. بنابراین ما به تصاویری که با استفاده از اشیای طبیعی طراحی شده اند نگاه کردیم. معمولا وقتی به نقاشی فکر می کنیم، مداد، خودکار، وسایل رنگامیزی را به یاد بیاوریم. اما همانطور که در کلاس امروز دیدید، می توانید یک نقاشی خلاقانه را با استفاده از مواد متفاوت غیر از مواد طراحی معمولی بیان کنید. اکنون از اشیای طبیعی که جمع آوری کرده اید برای بیان هر تصویری که می خواهید استفاده کنید. شما می توانید هر چیزی را که در نمونه ها دیدید بیان کنید. مانند مناظر، حشرات، حیوانات، مردم و غیره. من بی سبران و منتظر دیدن آثار هنری خلاقانه و عالی شما هستم اکنون از انجام فعالیت لذت ببرید ممنونم که در کلاس امروز شرکت کردین وقتتون به خیر و شادی باشه